cardigan. Okay, cardigan. مثلا top and jeans. شلوار لی jeans. Skirt دامن. سویت کت و شلوار. سویت. Okay. Here is shirt پیراهن. پیراهن سلای خنقاق. Sweater or jumper. And here we have track suit. کت و سلاح و شلواری که سلاح ورزشی هست. لباس ورزشی که ورزشکارا به تن میکنن. And here we have trousers. And for this one we can use for example jacket, jacket. Okay, and here we have for example t-shirt, and for this you can use a cardigan, because cardigan is a jacket which knit by wool. کاردیگن معمولا برای جاکت های به این شکل به صورت بافتنی هست استفاده میشه. به این بال بخش البسه یا لباس ها هست. Okay. After that we had footwear. Footwear کفش هایی رو که به صورت پوشیده میشه. کفشی رو که ما میپوشیم به صورت عموم میگیم کفش. Okay. سرمون کفش گفته میشه، اما هر کفش باز نوع خاص خود خود داره. Here we have boots, flip flops, sandals, shoes and trainers. Okay? So here we have five words and here we have five pictures. ببینیم که کدام یک به کدام یک از اینها به اصطلاح وصل میشه. ما لغت تصویری که در اینجا قسمت داریم، کفشایی رو که مشاهده میکنین، این نوع کفش ترینرز میگن. کفشای ورزشی هست که جهت تمرین و به اصطلاح ورزش استفاده میشه. پاشنه کاملا صاف داره و کسایی که به اصطلاح پیاده روی زیاد میکنن جهت ورزش و کارهای دیگه، خیلی کفشای خوبی هست و پا رو ناراحت نمیکنه. عنوان بعدی ما شوز هم داریم که به کفش نو کفش ساده استفاده میکنیم. شوز. سندلز برای دمپایی استفاده میکنیم، چی به این شکل باشه و چه شکلهای دیگه. حالا منظور تصویری که آورده نباید حتما همی باشه، میتونه مثلا انواع دیگه هم داشته باشه، ولی در اصل امو دمپایی یا چپلی که ما میپوشیم سندلز میگیم. و تصویری بعدی که در این قسمت داریم اینها رو بوت میگن و فلیپ فلاپس هم اینه و کفش ها به اونها ما فلیپ فلاپس میگن، کفش های زنانه با این طرح و مدل که میبینین و به اصطلاح خیلی پوشیدگی کامل نداره، بیشتر از دمپایی یا به اصطلاح چبلی هست، ولی باز اینها به این طرح که هسته به اسم فلیپ فلاپس میشناسن. این بخش کفش ها هست. So we have trainers, flip flops, shoes, boots and sandals. Okay. So now accessories. Accessories به اصطلاح خود اکسسوری به معنی چیزهای خورد و لازمه، یعنی چیزهایی که ما داریم مثل کمربند، کراوات، دستکش، کلاه، جوراب، چیزهای جزئی ولی در کنار می البسه ما اونها به اصطلاح استفاده میشه. اینا موضوعات میگیم به اصطلاح اکسسوریز. خود اکسسوریز به معنی لوازم هم هست، چیزهای مورد ضرورت مثل گفتم کمربند، چنانچه در تصویر میبینین، این موضوعات رو بشه اکسسوریز در نظر میگیرید. We have belt, cap, hat, leggings, gloves, scarf, socks, tie and tights. Okay? Okay, let's see what we have. That is belt, کمربند، cap
کلاه پیکدار بازحت ای کلاه اینه و کلار میشه. کلاه به اصطلاح کشیر هت میگین، باز اینه و کلار کپ میگین. لگینگز که به اصطلاح لغت لگینگ که داریم به اصطلاح مچبند میشه یا به اصطلاح ساقبند، هم به دست هم به پا استفاده میشه، از او استفاده میکنین. گلووز دستکش میشه. جنب لغت جنب بسته میشه به خاطری که دو دانه هست. سکارف روسری میشه یا شال سکارف. And we have socks جوراب. Okay. And also we have tie کراوات. And we have tights that is this one لباس چسب یا پتلون چسب بگیم بشن، جوراب شلواری هم میگن مثلا tights میگن. So the next part that is jewelry، آخرین پارتی که از بخش لغاتی بخش داریم بخش jewelry یا جواهرات هست. چنانچه در تصویر میبینین هر کدوم از اینها چه نام هایی داره. We have bracelet, earrings, necklace and ring. Bracelet دستبند میشه number 3D. Earrings گوشواره. Okay, necklace گردنبند and ring حلقه معنی میده. Okay, what you have to do? Listen and check. گوش میکنن و چک میکنن. Cover the words and look at the pictures. لغت ها رو بپوشونین، دو تصاویر نگاه بکنین. Test yourself or a partner. خود خور امتحان بکنین یا یک پارتنر مثلا یک همکار یا سنفی خور به زور تصاویر نشون بدین و بگین که نام از زور به اصطلاح انگلیسی تکرار بکنن. Wear, carry or dress. ما wear به معنی پوشیدن، carry پوشیدن، dress هم به اصطلاح به اون منوال ببینید که چه تفاوت های بین از اینا هست. Use wear for clothes and jewelry, glasses and etc. از wear برای لباس، جواهرات، آینک و غیره استفاده بکنید. مثلا بپوش لباس ها خور بپوش، جواهرات خور مثلا بپوش یا آینک ها خور بپوش. She's wearing a hat. او به اصطلاح در حال پوشیدن یک کلاه است. He is wearing sunglasses. او در حال پوشیدن به اصطلاح آینک آفتابی هست یا او آینک آفتابی به چشم داره. Use carry for bags, case and etc. از carry به معنی با افعال مثل کلماتی یا اسمای مثل bags، کیف ها، cases، چمدان ها و غیره استفاده بکنه. مثلا ما بگیم که او یک کیف داره، میگیم she's carrying a bag، یعنی او کی یک کیف همراه خود داره، به شونه خود داره. از carry به این چیزا استفاده میکنه. Use dress with no object to describe the kind of clothes people wear. از dress بدون object استفاده بکنیم برای توصیف کردن لباسی که اشخاص میپوشن. The Italians dress very well. ایتالیایی ها لباس خیلی خوبی می پوشن. Jane always dress in black. Jane همیشه به صلاح سیاه پوش هست یا لباس سیاه می پوشه. به این منوال این ستا لغت رو هم یاد گرفتیم که چطور و کجا از اونها و به چه نحوی استفاده بکنیم. Okay. So now let's back to page 8 and let's see what we have in the rest of our sentences or our lessons. برمیگردیم به صفحه 8 کتاب شما و ببینیم که موضوعاتی که در ادامه متن داریم از پارت دوم چی هست. Okay, pronunciation، تلفظ. What we have in here, we have two symbols that is a and e. Okay, so listen to these words and sounds, practice saying them. We have computer, okay, computer, trousers, sandals, cardigan, trainers, sweater, okay, and in here we have a, bird, shirt,
skirt, t-shirt. صدا ا یا ا به این شکل یک به صدا صدای بلندتر و صدا لانگ واول هست و شورت واول میتونیم بگیم. صدای بلند داره مثلا مثل کامپیوتر، sandals, trousers, but in here short vowel, bird, shirt, skirt, t-shirt. Okay, underline the stressed syllable in the words below. Which sound do they have, one or two? خط بکشین زیر بسترا سیلاب هایی رو که اونها استرس یا فشار دارن در کلمات زیر. Which sound do they have, one or two? کدام یک از صداها رو اونها دارن؟ دوستان صدای اه یا صدای اه. Okay, we have actor, cinema, first, painter, third, arrive, fashion, word, university, picture, working, prefer. Actor, say actor. Here, فشار از او، استرس از او، روی صداب های تی و آر و از بین صداهایی که داریم صدای ا و صدای ا. ببینین که کدام یک از صداها رو به قسمت ایجاد میکنه، اونها رو هم مشخص میکنین. After that you have listening and you can listen and check. بعد اون در پارت بعدی شما listening دارین، میتونین گوش بکنین و به اصطلاح چک بکنین. Okay, part D, what we have, that is pronunciation. Page 166, sound bank. Look at the typical spellings for these sounds. صفحه 166 کتاب شما بخش sound bank بریم و به اصطلاح اسپلینگ هایی که این ساوند ها به طور معمول داره رو از اونا کار میکنه. Okay, so now let's go to page 166.